رویترز در گزارش دیگری می نویسد بانک دولتی به پی ای فرانس طرح خود را برای ایجاد یک مکانیسم کمک به شرکت های این کشور که با رژیم ایران تجارت می کنند به خاطر تحریم های آمریکا علیه رژیم تهران منتفی کرده است. پیشتر در سال جاری میلادی این بانک فرانسوی گفته بود که بر روی پروژه‌ای برای تأمین مالی شرکت‌های فرانسوی کار می‌کند که میخواهند به رغم تحریم های آمریکا کالاهایی را به ایران صادر کنند. مدیر اجرایی به پی ای فرانس گفت این طرح متوقف شده است. شرایط فراهم نیست. تحریم ها برای شرکت ها تدابیر تنبیهی به همراه دارد. رویترز در ادامه همین گزارش افسود به رغم اینکه چندین کشور اروپایی گفتند تلاش دارند از شرکت های خود در برابر تحریم ها حفاظت کنند چندین شرکت بزرگ از جمله شرکت نفتی توتال، ایر فرانس، کیل ام و بریتیش ایرویز اعلام کردند که فعالیت های خود را در ایران به حالت تعلیق در میآورند از سوی دیگر سپاه پاسداران در خبرگزاری خود با نگرانی به نقل از وارسیری جورنال نوشت رئیس جمهور فرانسه قصد دارد از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل برای مطرح کردن مجدد پیشنهاد خود درباره توافق مکمل برجام برای مهار برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران سخن بگوید